جناب محمد علی شعبانی، بسیار خوش آمدید. خیلی ممنون، زنده باشید. ممنون از دعوتتون. خواهش میکنم. با مستند انحصار ورثه خدمت شما این گریزی به زندگی مرتضی آوینی. ظاهراً فیلم توفیق پخش از تلویزیون، صدا و سیما، رسانه‌های رسمی بالاخره نداشته، اونقدری که من خبر دارم. درسته؟ راجع به تلویزیون توفیق نداشته، ولی راجع به بقیه رسانه‌ها فیلم ما توفیق نداشته. عرض شود که خیلی عجیبه این چهره مرتضی آوینی اینجا روی شهر همین الان در میان این گفتگو و مردم خیلی شاید براشون سوال باشه که حالا میرسیم به این که ربط مرتضی آوینی و فیلم زندگی آوینی چه ارتباطی به مسئله اجتماعی پیدا میکنه، اما همینجا شاید این همه این تصاویر برای ما یک سوال ایجاد بکنه که چطوری ممکنه که یه فیلم راجع به مرتضی آوینی از صدا و سیما قابلیت پخش نداشته باشه. بله همینطوره. شما اگر بلا تشبیه در مثل مناقشه نیست، اگر کتاب نازنین خدا قرآن رو بدید مثلا وزارت ارشاد و نگید این قرآنه، بعد احتمالا توی ممیزی گیر میکنه، مثلا قصه یوسف احتمالا در میاد از توش، نمیدونم. خیلی نگاه اون جایی که عدل و عدالت رو به ناس و به جمهوریت و به کنشگری مردم سپرده. بله. یا مثلا من همیشه یه طنزی دارم، من به حسب اصرارای اطرافیانم یه چند باری رفتم گزینش شدم جاهای مختلف و همیشه به طنز برگزار شده، یعنی با اون آقایی که بازجویی، نه در واقع یک جور بازجویی مثبت دیگه، سوال میکنه و اینها. همیشه مثالی دارم، میگم که حضرت ختمی مرتبت اگه بیان توی در واقع سیستم بوروکراسی جمهوری اسلامی حتما رد میشن، میگن که مثلا شما که برادرزاده مثلا ابو جهلی، موهات هم که بلنده اینا. بسیار عالی. خب برگردیم حالا به سوال اول، یعنی مقدمه و گشایشی که باید راجع به این گفتگو داشته باشیم. حدود 30 سال اگه اشتباه نکنم از شهادت مرتضی میگذره، درست میگم؟ سال 72. آره میشه چقدر؟ آره تقریبا نزدیک به 30 سال داره میشه دیگه. بعد از 30 سال چرا مرتضی آوینی مسئله ما باید باشه و به نظر شما چجوری ممکنه مرتضی آوینی یا فیلم مرتضی آوینی یک فیلم اجتماعی تلقی بشه، در صورتی که باید یه پورتره باشه خیلی محدود راجع به یه سری آدم مثلا حزب اللهی، فاز مذهبی هم نه، ارزشی هم نه، یه سری حزب اللهی مثلا یه چهره شاخص دارن تو حوزه ادبیات و هنرشون و تو حوزه مثلا کسانی که اهل قلم بودن میشه مرتضی آوینی. چجوری ممکنه مرتضی آوینی یه شخصیت اجتماعی بشه یا برساخت ما آدم ها غیر از فیزیکمون یه مجموعه دغدغه ایم. وقتی اون دغدغه ها رو درست بررسی میکنیم، اون وقت میشه تقسیم بندی کرد که این آدم تو کدوم کاتگوری قرار میگیره. به نظر من هم آوینی دغدغه های اجتماعی داره، یعنی فارغ از محصولش خودش آدمیه که مسئله مردم رو داره. به طور مثال وقتی فیلم سازی رو شروع میکنه با مثلا قصه‌های بلوچستان شروع میکنه کار، 7 قصه از بلوچستان یا سیل خوزستان، یا میره توی جهاد سازندگی. ببینید جهاد سازندگی با وزارت جهاد امروز خب خیلی تفاوت داره. بله. امروز کاملا یک فضای مردمی داشته، حتی با این اردوهای جهادی هم به نظر من متفاوت بوده. بله. چون خیلی جوششی تر از این جریان بوده و میره که کار بکنه. حتی یه برهه‌ای میرن مثلا گندم درو میکنن، کمک کشاورزا میکنن و اینها. خودش میگه بعدن اقتضاعات منو به سمت سینما آورد. یعنی احساس کردیم که اینجا بیل و کلنگ رو ول کردیم و دوربین و مثلا اینا رو برداشتیم. وقتی یه آدمی مسئلهش مسئله در واقع مردمه و تو بطن مردم زندگی میکنه و از خود مردم هم برآمده، اون وقت هر کاری بکنه میشه از منظر در واقع اجتماعی هم بهش نگاه کرد. همچنان که حتی فیلم های روایت فرد
با اینکه راجب جنگ، با اینکه باید خیلی خشن‌تر از این چیزی که می‌بینیم باشه، از خود جنگ باید خشن‌تر باشه، ولی بسیار اونجا مسئله انسانی داره و اصلا مسئلهش توپ و تفنگ و اراضی و چقدر مثلا زمین دادیم چقدر گرفتیم و اینا نیست. مسئلهش آدم‌هان، میره سراغ زندگی‌هاشون. یعنی برنامه‌ی روایت‌فت رو که کامل می‌بینیم، مثلا میره توی خونه یک آدمی و راجب کارش ازش سوال میکنه، راجب حال و احوالش، و اصلا مسئلهش مسئله پیروزی و شکست در جنگ نیست. همچنانی که توی شهری در آسمان در واقع قصه شکست و سقوط خرمشهر رو دنبال میکنه، رفتاری که مسئولین ما اصلا دوست ندارن. یعنی اونا همیشه فتح خرمشهر رو دوست داشتن و یک حماسه و یک جریان خیلی ما خیلی خفنیم عجیبی توی در واقع نگاهشون هست. ولی آوینی مسئلهش این نیست. مسئلهش اینه که چجوری میشه که چند تا آدم با این که میدونن که شهر سقوط میکنه وامیستن و تلاش میکنن. اینا باعث میشه که شخصیتی شخصیت اجتماعی. از همان اولین روزهای آذر ماه 1360 آغاز کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبول دارم اینا نکات مهمیه، اما اجازه بدید یه مقدار سوال رو مستاقی‌تر و امروزی‌ترش بکنم. قبل از گفتگو گفتید که در حال تولید فیلم مستندی راجع به شخصیت یا حال یه مستند پورتری راجع به رهبری در الان رهبر انقلاب. در این حال چندی پیش ایشون وقتی داشتن یاد میکردند از مثلا رشادت ها و حماسه هایی که راجع به کرونا و پرداخت و مبارزه با کرونا در کشور صورت گرفته بود، از آبینی مثال زدن که ما برای این روایت مقابله و مبارزه با بیماری کرونا نیاز به یه الگوی روایت فرد و به یه مرتضی آبینی داریم. ظاهراً این ظاهراً نگاهی وجود داره که میخواد هنوز از مرتضی آوینی وام بگیره برای اینکه امروز خودش رو تبیین بکنه، توصیف بکنه. خب مرتضی آوینی فضای جبهه، جنگ، عرض شود که جهاد با اون معنا به نظر شما چطوری با مرتضی آوینی حوزه پزشکی، حوزه پزشکی اجتماعی اینها گره میخوره؟ یعنی به نظر شما چرا رهبری باید چنین مثالی بزنن؟ اولا این دوتا شخصیت به نظرم یه ذره به لحاظ رویکرد شباهت دارن به هم دیگه. دوتاشون آدم هایی هن که فرهنگ براشون به نظر من اولویته به نسبت هر چیز دیگه ای. هر دوتاشون اهل مطالعه هن، هر دوتاشون در واقع هنردوستن و طبیعیه که به نظرم نگاه در واقع رهبری نزدیک باشه به نگاه آوینی یا برعکسش. دلیل واضحش اینه که اولا یک در این سفارشی که آقای خامنه‌ای دادن یک نارضایتی از اوضاع سینمای مستند وجود داره به نظر من، چون وقتی یک چیزی باشه که یک مسئولی تو اون سطح نمیاد مثلا فرض کنید که توجه ها رو جلب کنه بگی آقا مثلا یه همچی کاری بکنید، حتما بین در واقع رهبر انقلاب و مستندسازان 100 تا آدم هستن که آره، مدیرن، مسئولن و اینها. آره. چرا اون آدم باید در واقع مستقیم به مستندسازها یک نکته‌ای رو گوش زد بکنه؟ همچنان که ما میدونیم طی مثلا از سال 88 به این طرف کلی ما نهاد داریم که با اسمای بزرگ انقلابی اومدن و گفتن ما میخواییم مثلا فرض کنیم علم زمین مانده آوینی رو بلند بکنیم و اینها.
کلی جشنواره داریم که داره در واقع با این فضا خودشو پرزنت میکنه و نشون میده. اولا که به نظر من این اتفاق نیفتاده که ایشون داره توجه ها رو جلب میکنه که خب یه لحظه همینجا من چجوری این اتفاق نیفتاده؟ ما هر وقت تلویزیون رو باز میکنیم در یه مسجد، یه پایگاه بسیج، چند نفر آدم با لباس چریکی با نمیدونم سربند مثلا به نام یکی از ائمه با ادبیات کاملا ادبیاتی که ادبیات جپوجنگ، ادبیات مقاومت، ادبیات جهاد، اینا دارن پرزنت میشن که اینا دارن بر مردم کار میکنن، اینا دارن به مردم خدمت میرسونن و اتفاقا بقیه گروه ها و کنشگرهای اجتماعی که این ادبیات رو ندارن، این لباس رو ندارن، اونها در صدا و سیما کاملا حذف میشن. اما در این حال انگار باز یه جای خالی این وسط دیده میشه، درسته؟ ببینید راجع به کمیت فرمایشتون کاملا درسته، یعنی توی کمیت که خب شما کدوم شبکه رو ممکنه که باز نکنید و یکی از این دوستان رو نبینید؟ عرضم عرض کیفیه. یعنی ببینید مثلا ما کلی دفتر و دستک داریم راجع به مثلا بنیاد فلان، نهاد فلان، نمیدونم سازمان بهمان، که همه اینا اومدن گفتن آقا ما می‌خوایم این کارا رو بکنیم، ظاهرا هم دارن یه کارای انجام میدن. اما آقای عرب وقتی در نمیگیره کار، وقتی شما در واقع زیاده گویی میکنید، وقتی در واقع این الماس رو مثل ریگ میریزید زیر دست و پای مردم، اون وقت در واقع مجبور میشید که بگید آقا مثل که یه جای کار میلنگه. پس چرا مردم هنوز دوست ندارن این قصه ها رو؟ به دلیل اینکه ما در واقع اصلی فرعی میکنیم، خودی غیر خودی میکنیم و کار رو دست آدم های غیر متخصص میسپاریم. برای شما میدونید که دوربین و تجهیزات فیلم برداری بسیار دم دسته و هر کسی به سادگی این که چه میدونم یه دوربین بخره و یک لپتاپ میتونه خودشو فیلم ساز بدونه و معرفی بکنه. و بعد از اون بدتر این که یک جریانی هم میاد ازش حمایت میکنه، میگه ببین اگه اینا مشتری نداره توی سینما، من مشتریشم، من خریدارشم، تو هر چی بسازی من بهش یه فانوس میدم، من بهش یه جایزه میدم، من بهش یه تندیس میدم. و اون وقت امر به من مشتبه میشه که خب نه، مثل که خیلی کار ساده ایه. و از قضا میام سراغ موضوعهای بسیار مهم و در واقع آسمانی حتی. یعنی مثلا آدم هایی که میخوان فیلم سازی رو شروع بکنن، اول میان سراغ ارزش ها و بعد که متخصص شدن میرن مثلا فیلم های روشن فکریشون رو میسازن. اینم یک درد سریه به نظرم. ببینید به هر حال این چیزی که رهبری در واقع گفتن راجع به این که به آوینی نگاه کنید و از روی دست اون نگاه بکنید، اونم در حوزه بیماری کرونا. بله، اولا که آوینی خب فیلم داره راجع به مهاجرت، اونم میدونید یعنی فیلم سراب راجع به عوارض مهاجرت، یعنی توی ترکیه راجع به کسایی که رفتن، یه مسئله کاملا اجتماعی. ولی ما این آوینی رو نمیشناسیم. بله، به دلیل اینکه به هر حال به صرفه نبوده به نظرم آوینی دغدغه‌مند خیلی معرفی بشه، بیشتر همون آوینی در واقع فریز شده در حتی اون آوینی هفت قصه از بلوچستان رو هم ما دوست نداریم ببینیم و بشناسونیم. شما تصور کنید مثلا آقا مرتضی الان زنده بود و میخواست مسائل اجتماعیش رو دنبال بکنه، به نظرم خیلی اقبال نداشت. یعنی توی فضایی که ماها فرصت اینو نداریم که به هیچ کس بگیم بالا چشت ابروه، شما فکر کنید آوینی تند، آوینی بیرودرواسی، آوینی صریح میامد توی این سینما میخواست فیلم بسازه و از قطار حتما تا الان پرتش کردن بیرون که اوتراسان همچنان که داشتن این کار میکردن باهاش. بله. دیگه میخوام بگم به هر حال این مسئله از یک ضعف جدی برمیاد آقای عرب، و اون اینه که فیلمسازهای ما ره در واقع صد شبه رو یه شبه میرن و آوینی که ببینید همین الان مثلا عکس فرهاد مهراده، آوینی که با فرهاد مهراد منوسه، توی یه خونه بودن، توی یه خونه بوده، نمیدونم توی دانشگاه درس خونده، بعد زیست داشته، یعنی با آدم ها نشسته بلند شده کتاب میخونده و دیوانوار در جستجوی حقیقت بوده، رو
ما مثلا فرض کنیم محدودش می‌کنیم به یه قیافه و بعد این قیافه رو برای خودمون می‌سازیم، بعدم میگیم که چرا فیلم‌ها مثل فیلم‌های آوینی نمیشه. خب آوینی آدم باسوادی بوده واقعا، و ما چون بک استوری ها رو نمیدونیم، چون گذشته اتفاقات رو نمیدونیم. یه چیز بامزه براتون میگم، میدونید از آوینی چهره تواب ساختیم تقریبا تو بهترین حالت فکر میکنن توابه، یعنی اگه گذشتهشو بپذیرن میگن توابه، وگرنه مثل فیلم من تکفیرش میکنن. آره. میگن حالا یه لحظه اینجا جو بدید، شما توی فیلمتون مگه چه چهره ای از آوینی نشون دادید که نمیشه از صدا سیما پخشش کرد؟ شما وقتی با خودتون صادق باشید، اون وقت با مخاطبتون هم صادق میشید. من اولا اصلا دوست نداشتم راجع به آوینی فیلم بسازم، راجع به این آوینی که اینها دارن تبدیلش کردن به یه برند تجاری و ازش دکون دستگاه درست کردن. من یک آوینی رو میشناختم که خیلی آدم حسابی بود و خیلی پاش رو زمین بود و خیلی دوست داشتنی بود. این که تلویزیون دوست نداره این آدم رو، این فیلم رو، به دلیل این نیست که این آدم رو دوست نداره. چرا؟ این آدم رو دوست داره اون چیزی که خودش میفهمه ازش. یعنی ببینید وقتی کسی از سیرورت چیزی نمیدونه، وقتی کسی از تغییر چیزی نمیدونه، وقتی کسی تذکرت الاولیا رو نخونده، نمیشه باهاش راجع به آوینی به سادگی حرف زد. و میگه که ببین، مثلا یکی مدیرای تلویزیون اینو به من میگفت، میگفت ببین اینو نشون میدی فردا جوونا برای اینکه بیان مثل آوینی بشن میرن روشن فکر میشن یا میرن مثلا تجربه میکنن خودشونو، میترسن. ببینید اینکه آوینی اینقدر محکم به دیوار انقلاب مشت میکوبه به دلیل اینکه به محکم بودنش معتقده. خیلی عجیبه که انواع برنامه های سخیف با طنز های سخیف جنسی در برنامه های صدا و سیمای ما پخش میشه، هیچ کسی ترسی نداره که چه بر سر بچه ها ممکنه بیاد، ولی اینجا ممکنه بچه ها روشن فکر بشن. دقیقا. و من معتقدم که یه ذره حرفم حرف شاید تندی باشه، من معتقدم که اینهایی که خیلی محافظه‌کاری میکنن راجع به انقلاب اسلامی و اینها، اینا اعتقاد ندارن به انقلاب، اینا میترسن، میگن نکنه بزنیم بریزه، نکنه نقد کنیم دیگه هیچی ازش نمونه. من گفتم این مرتضی آوینی که بخواد با فیلم علی شعبانی خراب بشه، بذار خراب بشه بابا. اگه جمهوری اسلامی اینقدر سسته که با مثلا فرض کنید که یه نقد کوچیک قرار کرد بین بره، خب چه مقاومتی دارید میکنید؟ آوینی اگه اینقدر راحت میره زیر یه خمه مثلا مدیرای ارشد جمهوری اسلامی، به دلیل اینه که به ماهیت ماجرا اعتقاد داره و بی اعتقادی و محافظه‌کاری به نظرم محصول بی اعتقادیه. میترسن، میگه آقا من اینو میسازم یهو برم میدارن از اینجا. اینو شما نگاه کنید، مثلا یه سریالی ساختن 50 تا مدیر تو تلویزیون عوض شد. آقا شما چتونه؟ چنقدر میترسید؟ به نظرم آدم انقلابی آدم شجاعه، یعنی آدمی که به ماهیت اون کاری که داره میکنه اعتقاد داره نمیترسه. برای مریم، جوان نبودم که پیر شوم، پیری را در خود یافتم که زمستان هرگز ارتفاعات را ترک نمی کند. ما به قله های دور پوشیده از برف نگریستیم و لبخندی بر لبان تو نشست و گفتی من زمستان را همیشه دوست داشتم. به هر حال یک ازدواج کاملا عاشقانه بوده، ازدواجش با مادرم کوچکترین تردیدی هم توش نیست، خیلی عاشقانه. و خدا به نظرم، نمیگم حالا خیر بده، ولی واقعا بی بی سی من و تو و این شبکه هایی که اومد چقدر کمک کرد به اطلاع فرهنگ ما، یعنی چقدر توی مهندسی معکوس کمک کرد. یعنی لااقلش این بود که اونا میگفتن، بعد اینا میگفتن که حالا چه خاکی بریزیم تو سرمون. زیست واکنشی رسانه. دقیقاً. یعنی انقدر ما در واقع منفعلیم تو حوزه رسانه که اونا باید بگن، بعد ما بگیم که خب اب نداره، حالا مثلا یه ذره بگیم. و من اگر به نظرم همه آرشیومونو بدیم اونا، بگیم آقا شما همه قصه های ما رو بگید، مدیران ما ترسشون بریزه، بعد میایم توی جمهوری اسلامی فیلم بسازیم. این مسائل باعث میشه که در واقع توی حوزه فرهنگ، توی حوزه رسانه به این نقطه‌ای برسیم که شاهدش هستیم. یعنی رهبر انقلاب باید بیاد مستقیم سفارش بده، بعد بگه آقا مثلا آوینی فیلم بسازید، بعد باید بزنیم تو سرمون که یا خدا فردا الان مثلا کی میخواد بقیه رو جمع کنه که آقا مثلا. ولی من فکر میکنم یک نکته دیگری شاید این وسط
مخفول بمونه، و اون این که آوینی روایتی قدسی از یک امر کاملا انضمامی، از یک امر کاملا رئال داشت. شما وقتی مثلا مجموعه روایت فتح رو نگاه میکنی، اگه صدای روایت فتح رو ببندی، یه سری تصاویریه که به شکل کاملا ساده داره از مقابل چشمت عبور میکنه. ولی وقتی صدای فیلم رو باز میکنی، حالا با لایه‌ای داری مواجه میشی که داره تعابیری رو به اون امر رئال نسبت میده که این تعابیر کاملا قدسیه، کاملا الهیاتیه، کاملا در اون منظومه معرفتیه که واقعا دال مرکزیش ولایت، عرفان، جهاد، بازگشت به اون دنیای ایدئالیستی مدینت و نبی، بازگشت به کربلاست، حتی انتظار صدها بار مرتضاوینی این همانی میکنه بین رزمندگان امروز جبهه با اصحاب آخر اصلا این جمله رو الان یادم اومد، اصحاب آخر زمانی سید شهدا. بله. خب فکر میکنم یه بخشیش هم اینه، یعنی خود رهبری مایلند که این اتفاق رخ بده و از مبارزه ما با بیماری کرونا یک استعاره، یک روایت قدسی، یک روایت همراه با جهاد، ایستادگی، همراه با یک روایت کاملا سلحشورانه از این میان در بیاد. نظر شما چیه؟ به هر حال زیباسازی جنگ کاری بود که در واقع آوینی کرد و خیلی به نظرم حتی نگاه تبلیغاتی داشت به جنگ. یعنی کسی اگه فیلم های روایت فتح رو میدید، ممکن بود مثلا شب جمعه روایت فتح رو ببینه، شنبه صبح بره مثلا مسجد محلشون ثبت نام بکنه بره. این اتفاق خیلی زیاد افتاده. بله. اونم دلیلش اینه که آمرتضا در واقع به صنعت جنگ، به سخت افزار جنگ کاری نداره و داره ما رو از اون فضا میکنه و پیوند میده به یه فضای دیگری، در حالی که خود جنگ به نظرم خشنتر از در واقع فیلم های روایت فتحه. شما میبینید توی فیلم های روایت فتح یه دونه جنازه نمیبینید. بله. اون ورش یه مجموعه عراقی ها می ساختن به اسم منال معرکت السور، یا سور منال معرکه، یا چیزی تصویر جنگ. اونا فقط جنازه نشون میدادن، یعنی بچه های ما رو که افتاده بودن زمین جنازه هاشون رو نشون میدادن و میگفتن اینا مثلا کشته شدن و ما اینقدر پیروز شدیم. این حرفا آوینی هیچ جا از در واقع خشونت جنگ حرفی نمیزد. ببینید فقط خشونت نیست، آوینی خستگی رزمندگان رو نشون نمیده، آوینی دلتنگی رو نشون نمیده، آوینی کم آوردن ها رو نشون نمیده، به یه نحوی روتوش میکنه کاملا به نحو سلحشوری، به نفع یک روایت سلحشورانه کاملا جنگ رو روتوش میکنه. ببینید من تو این فیلم در واقع خانه سیاه هست فروغ رو با روایت فتح مقایسه کردم. جزو کارهای بسیار شاخصی بود که به نظر من تو سینمای مستند با این ایده انقدر مبتکرانه و خلاقانه شما تونستید سویش بکنید. و فکر میکنم که در واقع آوینی به نظر من الگو رو از فروغ گرفته. یعنی شما نگاه کنید توی فروغ، حالا مثال مستقیم تری میشه زد، دیگه از بیماری جزام ظاهر تلختر من فکر نمی کنم داشته باشیم. آره. میره اونجا و یک روایت خیلی اصطلاحا گوگولی از یک اتفاق خیلی تلخ میکنه و میگه که اینها چقدر نازنینن و چقدر زیباست، و با اون صدای بی‌نظیر فروغ. بله. با همون لحن دردمندانه که روایت فتح هم میبینید خیلی دردمندانه است و نریشن، میاد در واقع یک اتفاق رو از یک منظر دیگری نگاه بله. میکنه. بنابراین فیلم های روایت فتح خیلی قابل استناد نیست به لحاظ اینکه شما جنگ ایران و عراق رو بخواین رصد بکنید. من میخوام به شما بگم هفت قصه از بلوچستان هم همینطوره. آدم ها رو از زمان و مکانشون میاره بیرون و تبدیل میکنه به مظلومان سراسر تاریخ. یک شاعرانگی هم داره که در واقع مال خود آوینی. یعنی اگه همون فیلم رو، فیلم بشاگرد رو به همون پیرمرد نشون میدادین، شاید واقعا درک درستی از چیزی که آوینی داره میگه نداشت و اصلا میگه آقای حرفا چیه میزنیم، ما اینجا نون نداریم بخوریم، به این مثلا مسئولان بگو که بر ما مثلا. و
من فکر میکنم که به هر حال این نگاه راجع به کرونا هم وجود داره. ببینید میشه رفت بیمارستان مسیح دانشوری و تلخی کرونا رو از نزدیک دید، پزشکانی که از دست دادیم رو دید، اما میشه نتیجه سیاست گذاری های اشتباه دولت آقای روحانی رو دید. دقیقاً، یعنی خدمات درخشان هواپیمایی ماهان و دیگر عزیزانی که به هر حال ما الان سر سفره‌شون نشستیم و دید. ولی میشه در واقع ما کرونا رو محدود کنیم به همین استودیو که شما و دوستانتون من نشستیم، ماسک داریم، در واقع بسته‌بندی می‌کنیم و می‌فرستیم و خیلی هم نایس. خیلی به نظرم این یه ذره به قول شما روتوش کردن و پاسپارتو کردن حقیقت. همین کاری که با تشییع جنازه سردار سلیمانی در کرمان هم شد، یعنی ما 50-60 نفر آدمی که توی اون تشییع جنازه از دست دادیم رو روتوش کردیم، نادید گرفتیم، یه اسم شهید گذاشتیم روشون و گفتیم این یه داستان فرعیه که اصلا قابل روایت نیست، اصل داستان رو خراب نکن. دستو دیگه همه اون آدم ها انسان بودن و قابلیت این که داستانشون گفته بشه داشتن. همه‌شون میتونستن مثل قاسم سلیمانی یه همچون تشییع جنازه با شکوهی داشته باشن. ببینید به هر حال ما در جمهوری اسلامی طی این 41 سال عادت کردیم که مسائل رو لاینحل رها کنیم بره. مثال براتون بزنم یه زنم بامزده است. من پدرم نظامی بود، یعنی قبل از اینکه بیاد توی حوزه فرهنگ و اینها، نظامی آدمای با دیسیپلین و جدی هستن. یه وقتایی مثلا زودتر می اومد خونه، مادر من نمی رسید کار رو انجام بده، به من و خواهرم میگفتش که ببین تا بابا من بیاد از در تا بیاد تو خونه یه تایمی طول می کشه، ما شاید مثلا 2 دقیقه وقت داشتیم تا دستشو بشوره و بیاد و اینا. ما تو این 2 دقیقه هر چی آتشخال بود و اینا رو جمع و جور می‌کردیم تا فردا که بره حالا مرتبش می‌کنیم، در واقع یک ظاهرسازی می‌کردیم و تا حالا بابامون بهمون گیر نده. خب این از من بچه 7 ساله این توقع میره که ظاهرسازی بکنم، از یک سیستم 41 ساله واقعا بعیده. که شما ببینید چقدر استاد پرونده‌های بازیم ما، شاید باورتون نشه مثلا پرونده رجایی و باهنر هنوز بازه، یعنی چقدر گذشته. میخواد یه نقبی بزنیم به مستند سمفونی استیزا؟ آره. وقایع سال 78 کوی دانشگاه، وقایع سال 88 هواپیمای شما اوکراین. یه مستند دیگه هم دارید که اون هم ممنوع است. بله اون توقیف شده و راجب شهید دیالمه. مسئله اینه که گفتم آقا 30 سال گذشته، الان آقای مهندس موسوی که توی حسره، آقای مرحوم شهید دیالمه هم که به رحمت خدا رفته، حالا بیایم یه مسئله ای رو واکاویش بکنیم، بازخوانیش بکنیم، بلکه عبرت بگیریم. دقیقاً، یعنی بگم آقا اشکالی نداره اگر نقد بده، خب بریزیدش دور، اگه سازنده است خب ممکنه که یه جایی به کارتون بیاد. گفتم آقا این سیه صدر آیا در شما وجود داره؟ گفتم بله، اصلا ما با سیه صدر به دنیا آمدیم، من تو شناسنامه اسمم سیه صدر. خیلی خوب، بعد فیلمو ساختم به همه جاشون برخورده که آقا شما چرا؟ اولا که آقای مهندس موسوی بوده، خب من که نمیتونم تاریخو حذف بکنم، چه بنده موسوی رو دوستش داشته باشم چه نداشته باشم، اصلا مگه من مسائل خودم رو میخوام بیارم تو فیلم؟ چه در 88 بهشون رأی داده باشم چه نداده باشم. مسئله اینه که این آدم یه وقتی نخست وزیر مملکت بوده و من الان تصویرش رو تو تلویزیون نمیتونم نشون بدم، یعنی تصویر بلا تشبیه مسعود رجوی رو میتونیم تو تلویزیون نشون بدیم، ولی مثلا تصویر نخست وزیری که یه روزی رزمنده ها سر و جان میشکوندن براش رو نمیتونیم نشون بدیم، به دلیل اینکه مثلا امروز حالا به زعم یک سری ها یه خبط و خطایی داشته. من وقتی هرمونوتیک، وقتی در ظرف زمان دارم بحث میکنم، اصلا کاری ندارم که بعدن چی شده. دور از جون آقای مهندس موسوی، دور از جون. بنده اگه بخوام راجع به شمر هم فیلم بسازم باید شرافت داشته باشم. شمر صفین با شمر کربلا فرق داره، همچنان که ائمه اطهارمون رفتارشون اینجوری بود. مگه نه که میگن ائمه علم لدن داشتن و میدونستن و چنین شد. خب نمیتونستم مثلا حضرت همونجا داره میره نماز بخونه یه چاقو رو در بیاره بگه آقای ابن ملجم تو 10 دقیقه بعد قراره منو شهید بکنی بیا اینم مثلا. نه واقعا قصاص قبل از جنایت که نمیشه کرد. وقتی این درک توی مسئولین نیست، اون وقت سمفونی استیزا تبدیل میشه به نسخه ای که فراماسون راد ساختن، یعنی نقد کیهانو بخونی به خود آقا اصلا هستش. یعنی به شما گفتن که این جریان جریان فراماسونریه
و که من آقا شریعت مداری یه مصاحبهش کردم، به خنده بهش گفتم، گفتم این ماسونا میرن سراغ آدمای نخبه، سراغ من و تو نمیان، خیالت راحت. گفت نه اون نقد تند بود و فلان این حرفا و اینا. و گفتم ببینید شما یه شوخی میکنید و میگذرید، ممکنه یه آدمی برای همیشه از حیز انتفاع ساقط بشه. همش جی 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 بعد جملات قلم به سلم به رزمندگان اسلام در فرون، این جمله های خیلی کلیشه شده، خیلی حرف عمیق نمیشد. سلامت تن زیباست، اما پرنده عشق تن را قفسی میبیند که در باغ نهاده باشند. بدقه سب و مگر نه آن که گردنها را باریک آفریدند تا در مقتل کربلای عشق آسانتر بریده شوند، و مگر نه آن که از پسر آدم عهدی ازلی ستاندند که حسین را از سر خیش بیشتر دوست داشته باشد. احسان محمد حسنی قبلتر خیلی صمیمی بود با من، یه جمله گفت، خیلی جمله عجیب بود، گفت علی اینایی که تاریخ میخونن اینا چرا اینجوری میشن بعد یه مدتیه؟ چطور میشه شما؟ گفتم که نمیدونم، یعنی آقا احسان آگاهی اومده بود دفتر من توی روی تفتم، به نظرم مسئله آگاهیه که آدم ها وقتی آگاهیشون میره بالا از یه اتفاقی دیگه به راحتی نمیشه سرشون کلا گذاشت. و من فکر میکنم که راجب کرونا، راجب هر پدیده ای ما بخوایم فیلم بسازیم، باید شجاعت داشته باشیم. دیگه امام و مسئولین جمهوری اسلامی، رهبر معظم انقلاب از ائمه اطهار ما بالاتر نیستن که؟ شما حساب کنید ختم رسول میشستن میگفتن آقا بیاین کسی اگه حقی گردنشه بیاد به من بگیر. من فکر میکنم که این مناسبات باید بین ماها و مسئولین از بین بره، اون وقت میشه فکر کرد که میشه کار خوب کرد یا نه. سپاسگزارم جناب آقای عزیز محمد علی شعبانی، خیلی محبت کردید، تشریف آوردید.